مهمان ما هم ورزشکار هستند، محترم جمال صابر با ما در استودیو هستند. آقای صابر ورزشکار هستند و به قسمی که شما در استودیو میبینید کپ هایشان هم آوردن، تقدیرنامه هایشان هم آوردن و در ورزش فتنس مقام اول را هم داره. صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر. صبح بینندگان عزیز بخیر. امید که یک صبح خوش و خوب و آرام داشته. بله، سلامت باشین. من هم میفهم که همراه ورزشکارا سخنان را از کجا آغاز بکنم، یا اگر از تقدیر نامایش آغاز بکنم، باز مدالایتان که پیش رویتان مانده باشه، باز این مدال شاید شما بسیار به مشکلی به دست آورده باشین. بله، یا هم در رابطه با ورزشتان عزیزتان پرسان بکنم. بهتر از امی هستن بین که آخرین مسابقه تان عزیزتان بپرسم که در کدام تاریخ و در کجا برگزار شده بود و مقام چندم را گرفتی؟ قسمی که شما کپا را مشاهده میکنین و ما مسابقه آخرم در ماه جوزا سرطان ماه سرطان بود که از تاریخ 11 الی 15 سرطان مسابقات تیم ملی افغانستان برگزار شده بود. بله، که خوشبختانه تانستم مقام اول از آن خود کنم در تیم ملی افغانستان و عضویت تیم ملی افغانستان را به دست بیارم. بله، فکر کنم ممی عکس از شما هستند پشت سر. من میفهم که ایزای بینده هم میتونن بیننده باشن. چقدر دیگه چه کس منظوریم از چه کسایی گفته بودم؟ مالی همه ورزشکاران بودن معلوم. بله، با چه تعداد ورزشکارا اشتراک داشتن؟ قسمی که یاد کردم که مسابقات تیم ملی بود، این مسابقات به سطح افغانستان بود که تمام ورزشکارای عزیز افغانستان از ولایات گوناگون در این مسابقه اشتراک کرده بود و در کاتگوری که من مقام اول از آن خود کردم به تعداد 24 ورزشکار از ولایت‌های مختلف و خود کابل که از جمله خودم هم از ولایت کابل اشتراک کرده بودم، تانستم که مقام اول با... بله، یعنی قهرمان ورزشکار فتنس را با خود افتخارش داریم امروز در استودیو. بله. کدام کپ را باز گرفت؟ کپ وسطی. کپ وسطی را گرفتن، بسیار عالی. و این دو کپ باز مربوط کجا میشن؟ کپ این کپ کس مسابقات به سطح کابل در سال 99 چون شرایط کرونایی بود نتونستن که مسابقات به سطح افغانستان تیم ملی برگزار کنن چون وقت محدود بود. فقط همه قدر شد که مسابقات به چهار زون کابل مختصر بسازن و یک مسابقه به سطح کابل برگزار کنند که خوشبختانه تانستم اونجا هم مقام اول از آن خود کنم. بسیار عالی، بسیار عالی. موفقیت های تا هرچی بیشتر تا خواهان هستیم. بخیر باشه. کپ دیگه؟ کپ دیگه از مسابقات زون غرب است که حدود 3 هفته پیشتر از مسابقات تیم ملی البته در ماه جوزا برگزار شد که اونجا هم خوشبختانه تانستم که مقام اول از آن خود کنم. بله، یعنی اگر بگویم 20 سال یا حدود کم و زیاد اگر ورزش کرده باشین نتیجهش هم همی است. بله دقیقا. یا علاوه از هم دیگه کلاب کپ و مدال ها داریم؟ بله دقیقا، من کپ های دیگه هم داشتم که متاسفانه نتونستم اینجا بیارم. بین مشت نمونه خروار میگیریم. بله. آها. و مسابقات بیرون مرزی را انجام دادید؟ مسابقات بیرون مرزی قرار بود که مسابقات آسیایی که در مالدیو بود حدود 2 هفته پیش وعده شده بود از طرف فدراسیون که ما بتانیم در اون مسابقات اشتراک کنیم، ولی متاسفانه نظر به کمبود بودجه از طرف فدراسیون افغانستان هیچ نماینده نتونست که در اون مسابقه اشتراک کنه. انشالله که ما خواهان هستیم که مسابقات بعد آسیایی برگزار شود و به می ترتیب با مسابقات بالاتر حتی جهانی باشه یا مسابقات اف بی آی باشه ما بتانیم اشتراک کنیم. همکاری امارت اسلامی در این زمینه ما خواهان هستیم که ما را حمایت و تشویق کند تا ما بتانیم قهرمانی به کشور عزیز ما افغانستان کسب کنیم و پرچم افغانستان را بلند بسازیم. بله، ما هم امیدوار هستم که صدای شما را مسئولین ورزش هم شنیده باشه و برای همه قهرمان ها و ورزش دوست ها و ورزشکاران ما شما زمینی از ایران مساعد بکنن که برن بیرون از مرزهای افغانستان مسابقه بکنن و یا هم به نمایش هایی که از فتنس هستن به نمایش بگذارن. بیاییم سر اندام تان صحبت هایی داشته باشم. نامخدا شما را که میبینم با خود مقایسه میکنم، ایزای بیندم شاید خنده بکنن که تفاوت را خود ما شما
بیندای احساس میکنند. به این در رابطه با اندام طبیعی و اندامی که آن پول زرد شده باشه برای بابو گوین که از چی بشناسیم که طبیعی ساخته شده و یا آن پولی هستن؟ کسی که میخواد این ورزش ادامه بده طبعا اگر طبیعی پیش بره بسیار زمانگیر است و زیاد وقت کار داره و جوانای ما که ورزش میکنن در بسیار وقت کم میخواین اندام خوبتر بسازن، چون اگر در وقت کم بخواین اندام خوب بسازن ای از طبیعی امکان نداره، بس مجبور به این میشن که امپول زرق میکنن و امپول عوارض جانبی خود هم داره که به مرور زمان میتونن که اونا آسیب ببینن و مشکلات گوناگون ایدالشان شو و مریض شوان. خوب همی است که ورزش به خاطر صحتمندی انسان میکنه تا صحتمند باشه و مریض نشه یا امراض گوناگون نگیرشان. در رابطه با امپول میخوایم دیگه هم سوال از شما داشته باشیم، این امپول را که باز تزریق میکنن به شکل پیچکاری تزریق میشه؟ بله، این امپولات تمامش هورمون است. خب هورمونات میتونند عضلات بدن رشدش بیشتر بسازند. بازی در جریان تمرین تزریق میشه یا نه؟ باز تزریق شد دیگه نیاز نیست؟ هورمونات دو نوع است، میتونه به شیوه تابلت هم باشه و در پروتین ها زیادترش امپول داره، هورمون داره و امپول میتونه که تزریق هم شود. در اینجا باز مقبولی عضله مهم است یا کلان بودنش مهم هست یا از روی وزن باز محاسبه میشه؟ مسابقات پرورش اندام به اساس عضله است. حجم عضله بزرگتر باشه ولی فیتنس مسابقاتش به ظرافت اندام، ظرافت عضله مقایسه میشه. بله ایزای بینده، قسمی که شما هم در تصویر میبینید مسابقهایی که بود، همین مسابقهایی که ما رویشان امرای صابری صحبتهایی داریم، همین مسابقات بود. شما هم بینندی مسابقات، این مسابقات البته یک ماه قبل بودن ولی که بله. خوشبختانه ما حضور شما را امروز در برنامه داریم. بله بله. و ایره گفتن که از ولایات هم اشتراک کرده بودن؟ بله، از 34 ولایت افغانستان در این مسابقات تیم ملی یا عضویت تیم ملی را کسی که میگیره از 34 ولایت افغانستان مسابقه است و نماینده های هر ولایت در کاتگوری های مختلف اشتراک می داشته باشه. بله. و مقام دوم و سوم کی از آن خود؟ بچه های دیگر بودن، ورزشکارهای عزیز ما بودن که اونا زحمت کشیده بودن و به مقامای پایین تر یا بلندتر گرفتن. آها، و این مسئله چرب کردن جان هم هستن که باز عضله را درشت نشان میده به منظور عظمی چرب میشن؟ بله، این رنگ مخصوص به خاطر است که عضلات خوبتر خود نمایش بده و دقیقتر محاسبه شود و نتیجه دقیق داورا بتانند تثبیت کنند که عضله کی خوبتر است. آها، و یک چیز بسیار مهم به نظر ما، البته بر شما، باز شما قهرمان هستین، بهتری مسئله را میفهمین، حرکات خاص خود را هم داره به خاطر نمایش دادن بدن و به حرکات مشخص به خاطر شو کردن اما عضله. بله، قسمی که یادآور شدم بخش فیتنس نمایش یا شو کردن بدن متفاوت از فیگورایش ولی از پرورش اندام متفاوت تر است. بله، ممنونتان، سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آرزوی موفقیت برتان میکنم، امیدوار هستم که خوب بدرخشین و شاهد عزیزی باشیم که مدال های بیشتر هم برای افغانستان بده. سلامت باشین جان، سپاس. بله، به همکارای ما صدا کردن که میتونیم یک پیام از قهرمانم داشته باشیم. تشکر. یک تشکری خاص میکنم از استاد بزرگوارم فیض محمد اوریاخیل که ما تمام از مقامهایی را که گرفتیم مدیون اونا میدانم، چون اونا بالای ما بسیار زیاد زحمت کشیدن. و پیام خاص ندارم، فقط برای بیننده های عزیز میگم همیشه ورزش کنین، ورزش به صحت انسان ها بسیار مفید است. بله، سلامت باشین.